سرخط خبرها. حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد. ترامپ از فیسبوک، توییتر، گوگل و مدیران آنها شکایت می‌کند. یاوه‌گویی نماینده سعودی در آژانس اتمی علیه ایران. همنشینی ظریف با جانشین احتمالی مقام وزراتش. کاظم غریب‌آبادی، تولید فلز اورانیوم برای تولید رادیو داروست. برکناری رئیس سازمان هواپیمایی ایران. آمریکا منتظر برگزاری دور هفتم مذاکرات با ایران در وین است. و حمله به کاروان لوجستیک آمریکایی در عراق. سلام، به خبرهای این بخش خبری از چنل یوتیوب ایجی نیوز خوش آمدید. مشروع اخبار. حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد. از منطقه الخضرای عراق صدای انفجار شنیده شد. پس از صدای انفجار نیز صدای شلیک سامانه دفاع هوایی سفارت آمریکا به گوش رسید. منابع عراقی به الجزیره خبر دادند سفارت آمریکا در بغداد با کاتیوشا مورد حمله قرار گرفت و سامانه دفاعی سفارتخانه به این حملات پاسخ داد. به نظر می رسد این حملات از منطقه رصافه در بغداد انجام شده باشد. مقامات پنتاگون در همین زمینه به الجزیره خبر دادند. خبر حمله به سفارت را شنیدند اما از جزئیات آن اطلاعی ندارند. بخش تبلیغات رسانه نیروهای امنیتی عراق خبر داد گروهی با 3 گلوله کاتیوشا منطقه الخضرا در بغداد را هدف قرار داده است. شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از منابع عراقی اعلام کرد کاروانی از کامیون‌های حامل کمک‌های لوجستیک برای نیروهای آمریکایی در جنوب عراق با بمب کنار جاده‌ای مورد هدف قرار گرفت. ترامپ از فیسبوک، توییتر، گوگل و مدیران آنها شکایت می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، چهارشنبه 7 ژوئیه اعلام کرد تصمیم گرفته از فیسبوک، توییتر و گوگل و مدیران آنها در دادگاه شکایت کند. دونالد ترامپ در باشگاه گلف خود در نیوجرسی گفت امروز در کنار مؤسسه سیاست اول آمریکا من به عنوان نماینده اصلی اقدام جمعی مهمی را برای پیگرد قانونی علیه غول‌های فناوری از جمله فیسبوک، گوگل و توییتر و مدیران و کارگردانان آنها مارک زاکربرگ، سوندار پیچای و جک دورسی ارائه دادم. اقدام جدید ترامپ در راستای جنگ 2 ساله او با توییتر و فیسبوک است که بر سر آزادی بیان و سانسور که به گفته او این دو شبکه اجتماعی علیه او اعمال کردند صورت می‌گیرد. یاوه‌گویی نماینده سعودی در آژانس اتمی علیه ایران. علی‌رغم اعلام آمادگی ایران برای بهبود روابط با عربستان سعودی و ابراز تمایل برای حل اختلاف نظرها، ریاض اما همچنان به یاوه‌گویی علیه تهران ادامه می‌دهد. دفتر نمایندگی رژیم سعودی در آژانس بین‌المللی انرژی بامداد پنجشنبه در واکنش به تصمیم ایران برای تولید اورانیوم فلزی با غنای 20% گفت تلاش ایران برای غنی‌سازی 20% اورانیوم فلزی نگران کننده است. ما در مورد اهداف واقعی ایران برای غنی‌سازی 20% اورانیوم فلزی نگران هستیم. به نوشته وبگاه شبکه العربیه در این بیانیه با تکرار ادعاهای نخنما شده و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران آمده است. رویکرد منفی ایران بر هر مذاکره هسته‌ای تأثیر می‌گذارد. تنیسایی ایران با اظهارات آن در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای این کشور مطابقت ندارد. همنشینی ظریف با جانشین احتمالی مقام وزراتش. در تصاویر دیدار امروز سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب و سوبر امانیام جایشانکار، وزیر خارجه هند که با حضور ظریف صورت گرفت، حضور علی باقری کنی در این جلسه مورد توجه قرار گرفته است. نایب باقری کنی به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت امور خارجه دولت 13 مطرح است. باقری همکنون معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران و دبیر ستاد حقوق بشر است. او پیش از این و در دوران دبیری سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل این شورا و نیز عضو تیم مذاکره کننده پرونده هسته‌ای ایران در این دوره بود. کاظم غریب‌آبادی، تولید فلز اورانیوم برای تولید رادیو داروست. جمهوری اسلامی ایران در پنجمین گام کاهش تعهدات برجامی خود اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی مواجه نیست. کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، چهارشنبه 7 ژوئیه مدعی شد
فلز اورانیوم در ایران برای تولید رادیو داروها در راکتور تحقیقاتی تولید شده است. قریب آبادی گفت سوخت راکتور تهران از نوع سوخت عادی با غنای بالای 20% است و ارتقای این سوخت کمیت و کیفیت رادیو داروها به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد. این اظهارات نماینده ایران در وین در حالی بیان می‌شود که فلز اورانیوم می‌تواند در مراحل اولیه تولید بمب اتمی هم به کار رود. برکناری رئیس سازمان هواپیمایی ایران، وزیر راه و شهرسازی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها را به عنوان سرپرست سازمان هواپیمایی کشور منصوب کرد. در حکم وزیر راه و شهرسازی ایران، خطاب به سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران آمده است. با توجه به مراتب دانش، تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابالی در صنعت هوایی به موجب این حکم، جنابالی را با حفظ سمت فعلی و تا زمان تعیین رئیس جدید و تصویب در هیئت وزیران به سمت سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب می نمایم. توفیق روزافزون جنابالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال خواهانم. پیش از این تورج دهخانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشور بود که با حکم وزیر راه و شهرسازی یک ماه مانده با پایان کار دولت روحانی برکنار شد. آمریکا منتظر برگزاری دور هفتم مذاکرات با ایران در وین است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که آمریکا انتظار دارد دور هفتم مذاکرات وین با ایران برگزار شود، علی‌رغم اینکه اختلاف نظرهایی با ایران هست. به گفته وی آمریکا کاملا منتظر این دور از مذاکرات است. پیشتر ایالات متحده تصمیم ایران برای غنی‌سازی اورانیوم فلزی تا 20% را مورد انتقاد قرار داده و آن را گامی به عقب در اجرای مذاکرات در وین برای بازگشت آمریکا و ایران به برجام خوانده. در سال 2015 انگلستان، آلمان، چین، روسیه، ایالات متحده، فرانسه و ایران برنامه اقدام جامع مشترک را امضا کردند. این توافق شامل لغو تحریم‌ها در ازای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران به عنوان ضامن عدم رسیدن به تسلیحات هسته‌ای توسط تهران بود. در ماه می 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا تصمیم گرفت به صورت یک طرفه از توافق برجام خارج شده و تحریم‌های سختی علیه تهران را بازگرداند. حمله به کاروان لوجستیک آمریکایی در عراق. منابع محلی عراقی بامداد پنجشنبه از هدف قرار داده شدن یک کاروان آمریکایی در عراق خبر داد. سابری نیوز نوشت کاروان لوجستیک ارتش ایالات متحده با یک بمب کنار جاده‌ای در منطقه بین استان الناصریه و البصره هدف قرار گرفته شده است. جزئیات بیشتری از این حادثه و میزان خسارت کاروان نظامی آمریکا هنوز منتشر نشده است. این در حالی است که بامداد پنجشنبه همچنین ناژیرهای هشدار در پایگاه سوم توحید واقع در سفارت آمریکا در بغداد به صدا درآمده و منابع محلی گفتند این مجموعه با چند فروند پهپاد انفجاری و راکت هدف گرفته شده است. حمله به کاروان‌های آمریکا در عراق در حالی ادامه پیدا می‌کند که واشنگتن سعی به تأخیر انداختن گفتگوهای راهبردی بین عراق و آمریکا برای خروج نظامیان این کشور دارد. برای حمایت از ما لطفاً چنل یوتیوب ایجی نیوز را سابسکرایب کرده و ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.